کسانی که در این شاعر خدشه کنم. بیدار باشید، بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینی را سوز کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه برای سید الشهدا. حتی اگر خون جاری بشه جایزه. در این راه این اندازه ضرر هیچ اشکال نداره. نگاه کن به عاشورا، نگاه کن چه میبینی؟ جز تبلور با شکوه جاودانگی حق و حقیقت در مقابل زشتی ظلم و ستم و پلیدی. شیعه به عاشورا نگاه کن تا بشنوی فریاد تنین انداز حقانیت سید الشهدا رو در مقابل ظالمین. نگاه کن در عاشورا چگونه حق از باطل جدا شد و عشق به تصویر کشیده شد. عاشورا به یک زمان و یک مکان اختصاص نداره که از نظر اثربخشی قابل تعمیم به همه دوران هاست. عاشورا خروش تنین افکن آزادی در زندگی انسان هاست. سلام به سید الشهدا، سالار واقعی عاشورا، واقعی که از یک سو بیدارگر وجدانها برای مبارزه با ظلم و ستم و از سوی دیگه رسوا کننده حکامیه که به اسم دین سلطه ضد دینی داشتند. درود به عاشورا که ظالمین از پیامهای سرخ اون همیشه در وحشت بودند. اما اهل بیت ما را در احیای خاطره‌های اون تشویق کردند و فرمودند عاشورا را با گریه، سینه‌زنی و نوحه‌خوانی و عزاداری زنده نگه دار. وقتی برای سید الشهدا عزاداری میکنی، روزه میخونی، به سینه میزنی،
بغض میکنی، اشک میریزی، فقط با حسین همدردی نمیکنی، بلکه داری از محصولات عاشورا دفاع میکنی، داری از زنده شدن حقایق اسلامی و دستورات دینی تبعیت میکنی، از احیای مجدد امر به معروف تو جامعه اسلامی، از احیای سیره و سنت پیامبر بین مسلمان ها، و از جلب عواطف بیشتر مردم به سوی خاندان اهل بیت دفاع میکنی. با شرکت تو مراسم داری ارتباط قلبی و فکری خودت رو با قیام سید الشهدا تقویت میکنی. پس به خودت ببال، ببال که شدی پیام آور خون شهدای کربلا در قرن 21، زمونه فراموشی بسیاری از ارزش ها. دلم آشفته آن مایه ناز است هنوز، مرغ پر سوخته در پنجه باز است هنوز، جان به لب آمد و لب بر لب جانا نرسید، دل به جان آمد و او بر سر ناز است هنوز. کسی که عزادار امام حسین و یارانش است کم کم به حقیقتها و درسهای عاشورایی دست میابد و همین آگاهی عزاداریش را محکم و استوار میکند. مثلا یکی از تعالیم برجسته فرهنگ عاشورا توکل و تکیه داشتن به نیروی الهی و یاری اوست. امام حسین اگرچه به استناد نامه‌های کوفیان مبنی بر بیعت و حمایت به سمت آنان حرکت کرد، اما توکلش به خداوند متعال بود. به همین جهت وقتی میان راه خبر بیوفایی مردم و شهادت مسلم ابن عقیل را شنید، تصمیمش عوض نشد و برای انجام تکلیف با توکل به خدا به راه خود ادامه داد و صبح عاشورا با شروع حمله دشمن، ایشان در نیایشی به درگاه خدا اعتماد به پروردگارش را چنین بیان کرد که خداوندا، در هر گرفتاری تو تکیه‌گاه منی و در هر پیش آمدی تو نیروی منی، تو ولی و صاحب هر نیکی و نهایت هر خواسته‌ای هستی. مهم نیست که چقدر سواد داری یا تحصیلاتت چقدره، مهم اینه که فرق بین حق و باطل رو شناختی. گریه میکنی چون میبینی که حق مورد ظلم واقع شده. به سینه میزنی که اگه یکی ازت پرسید میتونی در مورد علت و انگیزه عاشورا بگی، جواب بدی بله. برای جلوگیری از گزینش فرد ناساله برای حکومت اسلامی، برای دگرگونی سطح و شیوه زندگی حکام اسلامی، برای جلوگیری از تلقی بیت المال به عنوان اموال شخصی در حکومت بنی امیه، برای جلوگیری از بروز تفاوت‌های نژادی، قومی، قبیله‌ای و عشیره‌ای، و برای جلوگیری از به خطر افتادن کیان اسلامی بوده. به این میگن یه عزاداری ناب، یه عزاداری عاشقونه،
یه طعم شیرین، یه عمل درست که از تفکر صحیح و ساخت پرداخته شده قیام سید الشهدا به وجود اومده. یک عزادار با شنیدن اوج مصیبت‌ها، مقاومت امام حسین علیه السلام و یاد گرفتن عزاداری ویژه در مقام تربت حسینی قرار می‌گیرد و به طور مثال می‌آموزد که یکی از آموزه‌های کربلا راضی بودن به رضای الهی است. هدف امام حسین علیه السلام فقط خوشنودی خدا و پیامبر او بود. اگر در آن قیام خونین جان عزیزش را نثار کرد، اگر سخت‌ترین مصیبت‌ها را به جان خرید، اگر خاندانش را به دست اسارت سپرد، برای کسب رضای الهی بود. یکی از مقامات مربوط به حضرت سید الشهدا مقام شهادت کلیه اون حضرت هست. بعد از اینکه خداوند تبارک و تعالی در عالم زر از همه موجودات و مخلوقات پیمان گرفت و همه موجودات ندای پروردگار را اجابت کردند که در رأس اونها وجود مقدس پیغمبر اکرم و بعد وجود نازنین امیرالمؤمنین و دیگر ائمه معصومین علیهم السلام و بعد هم سایر انبیاء و اولیاء و ملائکه و جن و انس و همه مخلوقات ندای پروردگار را اجابت کردند، منادی حضرت حق ندا داد که بدانید و آگاه باشید که امتی را بهتر از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلق نفرمودم، ولیکن این امت معصیت من را می کنند و در اثر معصیت و گناه مستحق عذاب جهنم می شوند. آیا در میان شما خلق کسی هست که عاصیان و گناهکاران از امت پیغمبر آخر الزمان را از ما بخرد و اونها را در قیامت شفاعت نماید تا وارد آتش جهنم نشوند؟ یا حسب بعضی از روایات دیگر بعد از اینکه خدای تبارک و تعالی از همه مخلوقات عهد و پیمان گرفت و در رأس همه مخلوقات پیغمبر اکرم و حضرات معصومین اهل بیت علیهم السلام اجابت کردند ندای پروردگار را، لذا خدای تبارک و تعالی همه ذرات وجودشان را نورانی فرمود به طوری که غیب و شهود معصومین درخشنده شد. سپس خداوند تبارک و تعالی تمام خلق را تکلیف فرمود که تصدیق بکنن عظمت شأن و بزرگی مقام حضرات معصومین را. در اون میان قابلیات خبیثه وقتی که عظمت و جلالت و بزرگی معصومین را مشاهده کردند، حسد بردند نسبت به اینها و بغض و کینه را از همون عالم در دل خودشون نسبت به معصومین گرفتند.
وجود مقدس امام باقر علیه السلام در ذیل آیه شریفه که خداوند می‌فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حضرت باقر علیه السلام می‌فرمایند نحن والله الناس المحسودون، اون مردمی که نسبت به اینها حسادت ورزیده شد به خدا قسم ما اهل بیت هستیم. وقتی که این موجودات خبیثه، اون قابلیات خبیثه حسد ورزیدن نسبت به عظمت و بزرگی حضرات اهل بیت، به خاطر این حسد و دشمنی تاریکی و ظلمت اون عالم را فرا گرفت. منادی پروردگار ندا کرد آیا کسی هست که متصدی شود و این ظلمت و تاریکی را از این عالم برطرف کند؟ آن هم نه به غلبه، نه به قهر، بلکه به مظلومیت و مقهوریت، یعنی به شهادت کلیه. خلائق پرسیدن پروردگارا شهادت کلیه چیه؟ ندا رسید از جانب حق تعالی شهادت کلیه یعنی دور شدن از وطن، یعنی تحمل بلایا و مهن، یعنی با لب تشنه شهید شدن، فرزندان و برادران و یاران خود را کشته دیدن و از دشمنان دشنام شنیدن و اموال غارت کردن و زن و فرزند اسیر شدن و در بازارها در میان نامحرمان گشتن و سر در تشت طلا در مجلس شراب گذاشتن و چوب خیزران بر او زدن و دختر به کنیزی خواستن و معجر از سر خواهران کشیدن و اطفال از تشنگی مردن و تیر بر حلقوم طفل 6 ماهه خوردن و دستهای برادر بریده دیدن و فرق جوان 18 ساله شکافته مشاهده کردن و ناله العطش العطش از کودکان شنیدن و به 12 ضربت سر از قفا جدا شدن و بدن را برهنه کردن و در آفتاب انداختن و اسب بر آن تاختن. این از شهادت کلیه. اهل اون عرصه که این تفسیر را شنیدند بر خود لرزیدند، از قبول این مصیبت ها و مهنت ها پرهیز کردند، خودشون را قابل تحمل این همه مصیبت ندیدند. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها، عرض کردند بار الها ما نمی توانیم این بار را بکشیم و این کار را از پیش برداریم، و بنا به بعضی از روایات جوابی ندادند، ساکت شدند. برای مرتبه دوم این ندا سر داده شد، باز هم پاسخی ندادند. مرتبه سوم به ندای عظیمی منادی ندا کرد کیست مرد این کار و مشتری این بازار و کشنده این بار، یعنی کیست قبول کننده شهادت کلیه تا در روز قیامت لوای شفاعت را به دست او دهم و گناهکاران از امت پیغمبر را شفاعت بکند و اینها را از آتش دوزخ نجات دهد و در درجات بالای بهشت بنشاند. این بار هم کسی ندای پروردگار را اجابت نکرد مگر گلگون قبای عرصه کربلا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام. Oh,
عقل دانا بر سراسر بنگریست تا ببیند قابل این کار کیست. انبیا را دید حیران و خموش، اولیا را رفته از سر عقل و هوش. ناگهان در خیل خلق خافقین سروری برخاست نام او حسین. گفت یا رب این هنر کار من است، هرچه جز این کار او آر من است. در منای عشق حق قربان منم، قابل این عهد و این پیمان منم. خواستم بدونم که تو این شب سرد زمستون که هوا به این سردیه، چه چیزی باعث شده که شما منزل گرم رو ترک کنین و بیاین برای امام حسین عزاداری بکنین؟ والا ما باید دعاشو به پدر مادرم بکنیم و به امام حسین که ما چه خدماتی به ما کردن. این مردم که آزادی میگیرن که این طور میان، من چه قابل نیستم، من که 72 سالمه، 3 سالگی میمدم توی این عذاب، ولی این جمعون ها رو که میدم لذت میبرم. یه جور علاقه دیگه، علاقه دارن به امام حسین و فکر میکنم که تو خونه واس، یعنی همزمان با شیری که مادرمون داده بهمون، این زمینه فراهم شده، بسترش آماده شده که این اوقات که میشه آدم دست خودش نیست. به عشق خودش، به سکه ازش دیدیم. فکر نمیکنم چیزی جز عشق باشه همین. اصلا خودش میطلبه، ما نمیام، خودش میاره زبونا رو میکشه دور خودش. ما واقعا دل سوخته این اهل بیتیم و نمیتونیم بروز نکنیم این ارادت که داریم نسبت به اهل بیت، مخصوصا این مصیبت که بر حضرت امام حسین وارد شده است، واقعا چیزی است که نمیشه آدم تو خودش نگه داره. خب اینم یارو تبلیغات برای ما واجبم هست، به دشمنا بفهمونیم که ما تا پای جونمون برای اسلام دفاع میکنیم. امام حسین قدمی برداشتن که روز به روز شناخت در این راه بهتر میشه و بر اثری تبلیغاتی که میشه این عزاداری ها با شکوه در میشه. یعنی ما هرچی داریم از ائمه، از امام حسین اول فضل، و راه اونا رو پیش بگیریم. یعنی هرچی ها که ما میخوام باید از امام حسین ائمه بگیریم، نه از مردم و از دست مردم. ما با در واقع نام علی به دنیا اومدیم. زمانی که بچه به دنیا میاد، اولین آدمی که بلندش میکنه یا علی میگه، در گوشش از اون میگن یا علی میگن، مرحله به مرحله تا زمانی که میخوایم فوت بشیم میگن با علی محشور بشیم، تو سرازیری قبرم یا علی میگن. اینه که ما ایرانی ها با این خانواده عجین هستیم، بزرگ شدیم. یه موقعی عزاداری امام حسین به هر شیوهی مورد تحریم قرار بگیره، اون موقع چه کار میکنم؟ خیلی ها میخواستن این کار رو بکنم، موفق نشدن. چرا؟ چه دلیلی؟ ممکنه باطنی امام حسین کار میکنه، باطنی امام حسین چه تمامی این مخالفات رو منکوب میکنه. اونا که مخالفت میکنن چه بی خود معتلن، امام حسین تو خون این عزیزان. والا از من که گذشته، ولی من میدونم این جوونا همه چیشون رو میدن برای امام حسین. حالا هر کی جرأت دارد بیاد جلو عزاداری امام حسین بگیره. اصلا هیچ چیز نمیتونه جلوشو بگیره. هیچ چیز. بوده دوره هایی که جلوگیری کردن ولی هیچ موقع نتونستن این نور و این شعله رو خاموش کنن و فکر نمیکنم هیچ زمان هیچ چیزی بتونه جلوگیری کنه از عزاداری برای امام حسین. مطمئن باشیم خدا اهل بیت یه عنایت خاصه ای میکنن به اونایی که نمیذارن و قطعا میشه اینجوری نمیشه ان شاء الله هیچ وقت. تا حالا که 1400 سال دارن عزاداری میکنن بازم میکنن. کسی نمیتونه عقیده کسی دست ببره توش. هر کس باید وظیفه‌شو انجام بده هر چقدر که میتونه، این هر چقدرش هم حد نداره، تا اونجایی که میتونه باید برای ابو عبدالله کار بکنه.
چقدر برای امام حسین بذاریم مایه بذاریم؟ تا اونجایی که توفیقمون بده انشالله، تا هر چقدر که توفیقمون بده. فقط دعا میکنیم که انشالله این توفیق بیشتر بشه. امام حسین نه فقط جون خودش، نه اهل بیتش، نه فقط تمام زندگیش، هر چی داشت در راه خدا داد به خاطر که این دین، این اسلام به ما الان برسه. ما هر چی بکنیم بازم کمه. شاید بگم اگه جون خودمون و خانواده‌مون هم بدیم بازم کم بوده. در امام حسین هر چی تو توانم باشید، دلم میخواد همش تو رو خودش باشم، خودش هم کمکمون کنه، همه زبونا رو با خودمون، تا اونجایی که نفسمون بگه بیاد خدا کمکمون کنه دیگه، تا جای جونم، به حد مرگ، تا آخرین قطره خون، تا اونجایی که بتونیم، تا اونجایی که وسعمون برسه، تا جون داره در بدنم. من الان یه مریضی بستری هستم، از بیمارستان آوردن نمیزنی چسته. این عشقم هست، این کیفم هست که بیام این آره ببینم، کیف کنم، خوب شم. اگه بخواین امام حسین رو در یک جمله برای ما توضیح بدین یا توصیف کنین چی برام میگین؟ مرد بی هفتایی که همه چیش در راه خدا دارد. امام حسین یه جمله نمیشه بگویم. عشق، صداقت و پاکی و شجاعت، یعنی زندگی، عشق حقیقی فقط. والا هر چی تعریفشو بخوام بکنیم کم کردیم، چون هر چی ما ازش خوندیم، هر چی تجربه کردیم، بازم ببینیم خیلی چیز آشان رو نفهمیده. تا امام حسین هست اسلام هم هست، و تا اسلام هست امام حسین هم هست. عشق، محبت، دوست داشتن، گد باعث ایجاد هستی، کنز احسان، بحر جود، ما سوارا بحر امر و نه، صاحب اختیار، آسمان دیگر نخواهد دید، شاهی چون حسین یا علمداری چو عباس رشید نامدار. عزادار حسین در هر عزاداری که همراهی با غم و غصه های عاشوراست می آموزد که از تعالیم ارزشمند کربلا عمل به تکلیف است. عاشورا حرکت بر مبنای عمل به تکلیف بود. حضرت سید و شهدا تکلیف برای خودشان دانستند که بروند و کشته شوند و آثار معاویه و پسرش را محو کنند. اگه برای علی اصغر رقیه عشق میریزی، اگه برای امام سجاد به سینه میکوبی، به دلیل مرارتهای حضرت زینب به سر میزنی، به خاطر جنایاتی که در حق سید و شهدا شد فریاد تظلم برمیداری، برای اینی که تو شیعه علاوه بر شناخت این مکتب پاسدار خون سید الشهدایی، از ابهت خون سید الشهدا وقتی کم میشه که نتونی با عزاداریهات زیبایی های اون رو به تصویر بکشی. وقتی پاسدار خون حسینی که بتونی با هر وسیله‌ای با دشمن حسین بجنگی. عاشورا همش پیامه و زنده نگه داشتن اون به هر شکل و صورت پیامی بزرگتر. تو این چند شب روایات و دستورات زیادی از ائمه برای حفظ زیبایی‌های عاشورا گفته شد. انشاءالله تونسته باشیم عاشورای زیبا، این بزرگترین تابلوی عاشقی رو درست به تصویر بکشیم.
عزادار به خود نهیب می‌زند. طی طول راه وقتی امام حسین علیه السلام اوضاع داخلی کوفه و شهادت مسلم ابن عقیل را به همراهان اطلاع داد، کسانی که ناخالصانه همراه وی شده بودند جدا شدند. راستی چه شگرف نیرویی است اخلاص که اگر در وجود تمامی ما عزاداران خود نمایی کند، مکتب حسین علیه السلام روز به روز پویا و ماندگارتر خواهد شد. تالار زینب حسین جان اساس این مجالس، اساس این اشک‌ها، اساس این ابراز محبت‌ها چیزی جز صداقت شیعیان در ادعاء محبتشون نیست. خطری که معاویه و یزید برای اسلام داشتن این نبود که قصب خلافت کردند، بلکه به خاطر این بود که میخواستن اسلام رو به صورت سلطنت در بیارن، میخواستن معنویت رو به شکل طاغوت نشون بدن. به اسم این که ما خلیفه رسول الله هستیم اسلام رو منقلب کنن، هر کاری هم میکردن، شرب خمر، قمار، حق و ناحق، تجاوز و ظلم. برای همین حضرت سید الشهدا و حضرت عباس طلایه‌داران دشت کربلا این خطر رو درک کردند و فرمودند حکومت اسلامی یعنی حکومت خدا، رضای خدا و عشق به خدا، نه بیشتر و نه کمتر. و حالا توی شیعه مفهوم این کار بزرگ رو داری برای خودت و نسل‌های بعد از خودت دوره می‌کنی. برنامه رو با حدیثی از امام رضا علیه السلام به پایان می‌بریم. ایشان می‌فرمایند روز عاشورا روز ماتم و اندوه. خداوند کسی رو که در این روز امور دنیوی رو ترک کنه نیاز دنیا و آخرتش رو برآورده میکنه و روز قیامت رو روز شادی و سرورش قرار میده. و کسی که این روز رو روز برکت نامگذاری کنه و در این روز چیزی ذخیره کنه، خداوند به آن ذخیره برکتی نخواهد داد. حسینیان، با آرزوی حفظ مکتب سید الشهدا. یا من جهلت العدل والصدق این قم واتجه بالقلب نحو الحسین ثم الطم رأس بسيف الهوى من بعد ان تلطم في اليدين. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقكم أنتم لخدمة الحسين عليه السلام، إن شاء الله بعد عمر طويل ترحون للآخرة تلقون أمامكم ربع الحسين بالملايين وعشرات الملايين، هذا اللي منطي راسه في سبيل الحسين، هذا اللي منطي إيده في سبيل الحسين، هذا اللي منطي رجله في سبيل الحسين. إن خاف أنا وأمثالي مع احترامي لكم أنه نخجل يوم القيامة نقول إحنا هم كنا، شوف هواية قبلنا أكو، هواية أبدى منا، هواية أحسن من عدنا. أسأل الله أن يبقي هذه الختمة لكم، يستبقيها في ذرياتكم ونسلكم
يأتون من بعدكم يكونون على هذه الوتيرة وعلى هذا الأسلوب وفي خطى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فقط وصيتي لكم أبدأ من نفسي وأثني بكم وعبركم إلى سائر إخواني المؤمنين ثلاثة وصايا، هذه وصايا نفس الإمام الحسين عليه السلام، ثلاث وصايا: إخلاص، اجتهاد، جهد في سبيل الإمام الحسين، أخلاق. إن شاء الله ثلاثتها موجودة عندكم، بس ممكن المزيد. لنفرض أخوة اثنين، أصدقاء اثنين اشتركوا في عزاء الحسين عليه السلام أو في مجلس الحسين عليه السلام أو في زيارة الإمام الحسين، واحد شوية راسه يوجع، الثاني لا صاحي راسه ما يوجع، هذا اللي راسه شوية يوجع ثوابه أكيد راح أكثر يكون. اثنيناتهم جايين بس هذا ويا شوية مشقة جاي، الأجر بقدر، هاي معروف عندكم بقدر المشقة. إذا لقيتم زايدة ناقصة في كل ما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام، هذا من فضل الله عليكم.